در این مورد همراه هستیم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. آقای مطهری سلام و خوش اومدید. اظهارات تازه وزیر تحصیلات عالی طالبان در مورد انکار بخش بزرگی از جمعیت افغانستان بیانگر چیست؟ سلام و درود خدمت شما و خدمت بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. طالبان با دو دور قدرت و حاکمیتشان در افغانستان، چه در دوره گذشته و چه در دوره اکنون، متاسفانه فشارهای سخت را بر مردم هزاره و شیعه افغانستان وست کرده و از هر راهی تلاش داره که هزاره ها و شیعه ها را در افغانستان حذف بکنه و از هر گونه حملاتی که بر مردم هزاره و شیعه افغانستان انجام دادن و از اونا حمایت کردن و هیچ راه را دریغ ندیدن که در برابر مردم هزاره و شیعه افغانستان انجام دادن. به شرایط فعلی وضعیت شیعه ها و هزاره افغانستان در افغانستان بسیار تاسف‌بار است، چون مقامات طالبا، رهبرای طالبا مستقیما در برابر مردم هزاره و شیعه افغانستان بیانیه‌های بسیار مستقیم را صادر میکنه و بسیار حکمای سنگین را در برابر مردم هزاره و شیعه افغانستان صادر کرده. ما در چند روز گذشته در ولایت بامیان شاهد بودیم که متاسفانه از مردم فقیر و به بضاعت بامیان، از مردمی که به حد اوضاع اقتصادشان ضعیف است که در مغاره های کوههای بامیان زندگی میکنه، اما طالبان از مردم بامیان به جبر بالای 200 میلیون و بالای 2 میلیون چند صد هزار افغانی را جمع‌آوری کردند که تا کمک‌ها را به مردم آسیب دیده هرات برسانند. طبعا طالبان هر گونه جنایت در برابر مردم هزاره انجام میدهد و هیچ گونه جنایت دریغ نمی کند. بله. و گذشته از این موضوع متاسفانه در این روزا در کابل ما شاهد هستیم. طالبان از مردم فقیر و به بضاعت غرب کابل که دشت برچی است، تمام مردمی که در این منطقه زندگی میکنن مردم هزاره و شیعه افغانستان است، کسایی هستند که از آب آشامیدنی محروم است، در پس زمستان سوخت نداره، خرج مخارج زندگی نداره، اما طالبان در این روزا به جبر از مردم غرب کابل از هر خانواده مبلغ 2000 افغانی که معادل 30 دلار میشه از مردم غرب کابل به جبر جمع آوری میکنه که کمک ها رو میگه ما به مهاجرین که از پاکستان برگشت کرده با اونا میدهیم. این نمونای باریز و آشکار است که طالبان در برابر مردم هزاره و شیعه افغانستان هر گونه جنایت و هر گونه حملات انجام میدهد و هیچ گونه حملاتی دریغ نمیکنه. بله، آیا انکار و نفی پیروان فقه جعفری یک هدف و سیاست کلی گروه طالبان است؟ یکی از اهداف کلی و یا یکی از اهداف مهم طالبان در افغانستان از بین بردن و یا حذف کردن شیعه ها و هزاره ها در افغانستان است. طالبان در دوره حکومت قبلی افغانستان صدها حملات بر مردم هزاره و شیعه در افغانستان انجام دادند، بر مساجد بر مردم هزاره حمله کردند، در دانشگاه بر مردم هزاره حمله کردند، در مکتب و مدارس بر مردم هزاره حمله کردند، در مکانهای عمومی بر مردم هزاره حمله کردند، در مکانهای ورزشی بر مردم هزاره حمله کردند و جدا از اینکه هزاره ها را در مسیر شاره ها و در مسیر ولایت ها سر بریدن، گروگان گرفتن و صدها جنایت دیگر در برابر مردم هزاره انجام دادن. و یکی از اهداف کلی طالبان در شرایط اکنون گفته میتونم که طالبان از هر راهی تلاش داره که هزاره ها و شعار در افغانستان حذف بکنند. بله. و هرگاه مانع رشد هزاره ها در افغانستان کرده، چون هزاره ها و شیعه یک قوم رشد کرده در افغانستان است، یک قوم تحصیل کرده در افغانستان است، تمام افتخاراتی که در جهان مبنی بر افغانستان می باشه و تمام افتخارات و پرچم افغانستان در تمام جهان که به هر جا بلند می کنه مردم هزاره و شیعه افغانستان است. دیگر به جز اقوام پشتون و دیگر اقوام افغانستان نه استعداد و نه توانایی و نه او ایده و اهداف آبادی افغانستان داره. بله، آقای مطهری، تداوم فشار و سیاست حذف علیه شیعیان هزاره در افغانستان در کوتاه مدت و بلند مدت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، اگر وضعیت به همین شرایط ادامه پیدا بکنه، اگر از جنایت‌های طالبان در برابر مردم هزاره و شیعه افغانستان جلوگیری نشود، اگر مانع چون این جنایات در برابر مردم هزاره در افغانستان صورت نگیرد، من باورمند به این هستم که بار دیگر
دوره عبدالرحمن در افغانستان تازه خواهد شد. عبدالرحمن کسی بود که بیشترین جنایت و بیشترین قتل عام بر مردم هزاره وارد کرد، مردم هزاره را قتل عام کرد، مردم هزاره را مستقیما کشت، مردم هزاره را از مناطق مهم افغانستان با کوها و صحراها فرار دادن و طالبان هم اگه امروز جلویشان گرفته نشونه چون این جنایت در برابر مردم هزاره انجام خواهد داد. سپاسگزارم از شما مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.